سلام، بیننده و شنونده این بخش خبری هستید. با من پریسا صادقی از ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از بولتن محرمانه فرمانده سپاه پاسداران. جزئیات اختلاف میان خامنه ای و مقام های ارشد نظام پرده دیگری از درماندگی جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی مردم ایران را نمایان کرد. نارضایتی خامنه ای از بی‌اعتقادی نخبگان حکومت به خارجی بودن منشأ خیزش انقلابی. بنابر بولتن افشا شده، جمهوری اسلامی در بسیج نیرو برای مقابله با مردم ناتوان شده. اطلاعات تازه و جزئیات کشتار جمعه سیاه زاهدان در بولتن سری فارس. مکالمات خامنه ای استفاده از تیربار و شلیک به سمت مردم را تایید می‌کند. تیراندازی به شادی مردم پس از باخت تیم فوتبال. مهران سماک 27 ساله که در انزلی به خیابان آمده بود با شلیک ماموران جان باخت. و نگرانی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از کارزار جمهوری اسلامی برای صدور حکم اعدام. امروز در کرج دادگاه 10 نفر از کودکان و نوجوانان بازداشتی به اتهام محاربه برگزار می شود. با مجموعه خبری دیگری همراه شما هستیم با بررسی ویژه خبرهای خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و مروری بر جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. ایران اینترنشنال به بولتن سری که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده دست پیدا کرده که در آن از علی خامنه ای نقل شده اعتراض ها به زودی تمام نمی شود. این بولتن سری در پی هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دست گروه هکری بلک ریوارد افشا شده و در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته. سندی سری که پرده دیگری از درماندگی جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی مردم فاش میکند. در این بولتن آمده حکومت در بسیج ناتوان شده. در این بولتن فاش شده علی خامنه ای استفاده نیروی انتظامی از تیربار در کشتار مردم ظاهران را تایید کرده. جزئیات بیشتر از این بولتن سری در گزارشی از مشتبه پور محسن. پرده برداری از ترس نظام از خیزش انقلابی مردم. وقتی علی خامنه ای برخلاف تریبون‌های رسمی در پس پرده نگران ادامه اعتراض هاست. پرده دیگر از اسناد هک شده خبرگزاری فارس به دست بلک ریوارد. روایت خیزش انقلابی مردم ایران از بولتن سری حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که پس از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته. بولتنی که خبرگزاری فارس به طور اختصاصی برای فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده. در 3 ماه گذشته خامنه‌ای در چند سخنرانی تلاش کرد خیزش مردم را یا کوچک بشمارد و یا وعده پایان قریب الوقوع اش را بدهد. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک. اما در بولتن سری سلامی نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی پیش از تهیه بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تاکید کرده نظام در جنگ رسانه‌ای عقب افتاده. او گفته اعتراض‌ها یا به زعم و اختشاشات به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. این اختشاش برنامه ریزی داشت. بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. هم خامنه ای هم لشکر رسانه‌ای او اعتراف می‌کنند که کلاه دشمن خارجی دیگر برای مردم ایران پشم ندارد. آنها با نگرانی از اینکه مردم ایران جمهوری اسلامی را دشمن خود می‌بینند، می‌گویند باید کاری کرد که مردم توجهشان به خارج از مرزها جلب شود. در بولتن سری حسین سلامی بارها از کمکاری ابراهیم رئیسی و علی شمخانی انتقاد شده. به نوشته این بولتن، خامنه‌ای در ماجرای کشتار زاهدان رئیس دولت 13 و دبیر شورای عالی امنیت ملی را به کمکاری متهم کرده. در این حال هم خامنه‌ای و هم نزدیکانش از ناکارآمدی دستگاه سرکوب ابراز نگرانی کردند.
غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه خامنه‌ای به رهبر نظام گفته تنها یک جمعیت بزرگ میتواند اعتراض‌ها را جمع کند و به نظر او بسیج ضعیف شده و این توان را ندارد. نشانه ای از نارضایتی خامنه‌ای از عملکرد خود حسین سلامی که در مقام فرمانده سپاه وظیفه مدیریت بسیج را هم بر عهده دارد. نیمه پنهان نگرانی زمینی خامنه‌ای که در آخرین سخنرانیش در روز شنبه محسوس وقتی با خواندن یک آیه از نیروهای بسیج خواست سست نشوند. آخرین توصیه من آیه قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خامنه‌ای به حدی تنها مانده که به حداد عادل تشر زده که چرا اصولگرایان فقط موقع انتخابات حرف میزنند و در اعتراض‌ها سکوت کردند. در بولتن سری حسین سلامی گفته شده که بسیاری از اعضای مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و نمایندگان دولت سکوت کردند و حتی یک توییت نزدند. سکوتی چنان مرگبار و ترسناک برای خامنه‌ای که او را واداشته به چهره سیاسی دستور دهد بدنی نیرومند بسازد تا در بزنگاه‌ها به قول خودش سینه سپر کند. در این حال این بولتن فاش کرده سران سه قوه کمیته‌ای برای بررسی علل شکل‌گیری اعتراض‌ها را انداختند به ریاست غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، سه چهره‌ای که در کنار خامنه‌ای از اصلی‌ترین بانیان وضع موجود کشورند. تشتتی که رهبر نظام را واداشته آنطور که بولتن سری فارس روایت کرده بارها دستور برخورد شدید با دستگیر شدگان را بدهد. خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد نظام بارها سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را به اثرگذاری در خیزش انقلابی متهم کردند، اما در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که سرویس اطلاعاتی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی یعنی روسیه به نقل از شنود دستگاه‌های اطلاعاتی غربی گفته که مردم ایران در وضعیت انقلاب قرار گرفتند. بولتن و بولتن نویسی از پدیده‌های رایج در جمهوری اسلامی است. سانسور رسانه‌ها جزء لاینفک نظام در 4 دهه گذشته بوده. بنابراین افراد، گروه‌ها و یا نهادهایی بخش‌هایی از اخبار رو که سانسور میشن کنار هم می‌چینن و در قالب جزوه‌ای با عنوان بولتن سری یا طبقه‌بندی شده در اختیار افراد خاص، عموماً مقامات ارشد نظام قرار میدن. این بولتن ها معمولاً در یک یا چند نسخه محدود منتشر میشه و در اکثر اوقات دریافت کننده باید بعد از مطالعه از بین ببردش. این بولتن ها البته صرفاً خبرهای سانسور شده نیست. سیاست های نظام در زمینه های مختلف در این بولتن ها روشن میشه. در واقع این بولتن ها چهره بدون روتوشتر نظام رو نشون میده. اما جمعه سیاه زاهدان یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این بولتن سری است. روزی که بیش از 90 شهروند در زاهدان با گلوله نیروی انتظامی و امنیتی قتل عام شدند و نظام در ابتدا تلاش کرد آن را گردن گروه‌های تروریستی بیاندازد، اما حالا مشخص شده مقام‌های نظام در عالی‌ترین سطح می‌دانستند عامل این جنایت کیست. خامنه‌ای شلیک با تیربار نیروی انتظامی را تایید کرده و با این ادعا که گزارش نیروهای مسلح با گزارش نیروی انتظامی تفاوت دارد نماینده‌اش را به سیستان و بلوچستان فرستاد. نکته جالب این که حاج علی اکبری نماینده خامنه‌ای میگوید تجربه لازم را ندارد، اما رهبر نظام پیشنهاد فرستادن عباس علی اختری نماینده مجلس خبرگان را رد میکند و میگوید حاج علی اکبری از او زیباتر است و به زعم او قاطعیت دارد. برای ساکت کردن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که خامنه‌ای را مسئول جنایت معرفی کرد. رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشانند بالاخره همه مسئولان پیش خدا تعالی. در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که رهبر نظام دستور داده مولوی عبدالحمید بازداشت نشود بلکه نظام او را بی‌آبرو کند. در این بولتن نظرسنجی وزارت کشور هم آمده که بر اساس آن 56% مردم فکر می‌کنند اعتراض‌ها به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. بر اساس همین نظرسنجی بیش از نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و کمتر از 14% مردم اخبار صدا و سیمای حکومتی را صادقانه می‌دانند. در 3 ماه گذشته مقام‌ها در تریبون‌های رسمی تعداد معترضان را کمتر از 40,000 نفر عنوان می‌کردند، اما در بولتن سری حسین سلامی تعداد معترضین در خیابان 600,000 نفر ارزیابی شده. کارشناسان سپاه هم اعتراف کردند که اعتراض‌ها در ایران سراسری است. اسنادی که در نتیجه هک بلک ریوارد به دست اومده نشون میده که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران چیزی فراتر از یک بنگاه خبر پراکنیه.
در واقع شاید خبررسانی فقط 5% کار فارس باشه. لااقل اونطور که اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال نشون میده، به نظر میرسه این خبرگزاری یک اتاق فرمان برای عملیات روانی و جنگ علیه مردم ایرانه. به رغم کشته شدن بیش از 400 نفر در جریان خیزش انقلابی، به نوشته بولتن سری حسین سلامی، خامنه ای از یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با معترضین تشکر ویژه‌ای کرده. اگرچه شجاعت مردم در مقابل سرکوبگران ترس را به جان نیروهای سرکوب انداخته، تا جایی که درخواست شده گروهی از نیروهای مسلح از نیروی انتظامی و بسیج محافظت کنند، واکنشی به ترسی که از معترضین رخت بسته و به نیروهای سرکوب منتقل شده. بولتن سری حسین سلامی در یک جمله: خامنه ای در مقابل خیزش انقلابی مردم علیه نظامش تنها مانده و ترسیده، خیلی هم ترسیده. مشتبه پور محسن، لندن. جزئیات این بولتن سری رو با هم بررسی بیشتری خواهیم داشت برون با فروغ کنانی، فعال حقوق زنان که از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. اطلاعاتی که در این بولتن سری بوده خانم کنانی خیلی متفاوت و متضاد هست با اظهارات رسمی مقام های جمهوری اسلامی. این چه چیزی رو عیان میکنه؟ من فکر میکنم ما هرگز سندی به این واضحی نداشتیم که بتونه اثبات کنه ناتوانی حکومت رو از آنچه امروز تحت قیام مردم ایران در خیابان‌ها جریان داره. ببینید بولتن‌ها به صورت کلی نه فقط برای سران سپاه، بلکه برای منابع حساسی مانند امام‌های جمعه هم نوشته میشن و نه تنها اخباری رو منتشر میکنن که به صورت راحت و عادی در دسترس مردم نیستن، بلکه حاوی یک خط دادن و خطیه مشی آنچه در آینده بایستی توسط این افراد به عنوان سرلوحه رفتارشون در نظر گرفته بشه هم هست. در اینجا مهمترین نکته‌ای که توجه رو جلب میکنه نارضایتی شخص رهبر جمهوری اسلامی از افرادی هست که همپیمانان قدیمی و به گونه دست راستش محسوب میشدن. اشاره به نارضایتی از شورای ائتلاف هست و مورد انتقاد قرار دادن شخص حداد عادل، همچنین از عملکرد شمخانی و رئیسی دولت رئیسی هم انتقاد میشه. جالب هست که قالیباف اشاره میکنه به بی هدف بودن دولت رئیسی و اینکه با اینکه رهبری دستور دادند که مورد همکاری قرار بگیره، اما گویا این دولت آشفته تر از اون هست که حتی از دست رهبری و همپیمانانش هم کاری بر بیاد. به مسائل بسیار زیادی اشاره میشه. بولتن بالای 100 صفحه است، اما به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام بگم یک گوشه ای از اعتراضات نوشتاری، مثلا توییت ها یا سرخط اخباری که منتشر شده در مورد اعتراضات اخیر رو بررسی کردن، به صورت تقریبا مشروع و مبسوط پرداختن به اعتراضاتی که از مراسم خاکسپاری و چهلم‌ها به بیرون میاد و توضیح دادن که چطور معترضان سعی میکنند این عرصه رو استفاده کنند برای رسوندن صداشون و اعتراضشون. اشاره می کنند در جایی به برخورد اصلاح طلبان و تقاضاهایی که اونها دارند و اونها رو ناراضی می دونن از شرایط موجود، ولی کماکان با بی اهمیتی و کم محلی به این مسئله اشاره می کنند. اما در جایی ترس حکومت وضوح پیدا می کنه زمانی که اشاره می کنه که دشمن رو از داخل بایستی به خارج معطوف کنیم، همون چیزی که در گفتمان 40 ساله جمهوری اسلامی هرگز و هرگز از سخنرانی ها حذف نشده و همیشه بهش اشاره شده. اشاره جالب دیگه استفاده از استراتژی های معترضین هست، یعنی به صورت مشروع اومده بودن و بررسی کرده بودن تمام آنچه که در فضای مجازی مردم سعی می کنند استفاده کنند در پیشرفت اعتراضات و به صورت مقصود به اینها اشاره کرده بودن. اما فراموش نکنیم ترسشون رو در واقع زمانی که اعتراف میکنند به نبودن اقتدار، از نبود اقتدار در نیروهای بسیج میگن، از عدم انسجام میگن، از عدم قاطعیت میگن، حتی سعی میکنند چهره هایی که وجهه زیباتری دارند رو برای گفتمان در مثلا کشتار زاهدان انتخاب کنند به جای اشخاصی که خود حکومت به شخص رهبری در واقع پیشنهاد داده بودند. اما یک مسئله خیلی جالب که من فکر میکنم نبایستی از نظر دور بمونه، میزان هزینه ای هست که این انقلاب در حال حاضر برای حکومت داره. ببینید کشتارها
انگار از نظر من وقتی که گفتمانشون رو آنالیز میکردم براشون راحت تر بود تا زمانی که این وارد وادی قضایی میشه و مثلا احکام کیفرخواست محاربه صادر میشه. به نوعی سعی کرده بودند نشون بدن که گویا رهبر با این قضیه مخالف هست و این مسئله بسیار مهمی هست. من فکر میکنم که ما بایستی این نکته رو هم بهش توجه کنیم که افهایی که در این اواخر و یا حتی آزادسازی هایی که دستگیر شده ها در این اواخر به خصوص در مورد سلبریتی ها شاهدش بودیم به نوعی طبق نثر خود همین نوشته برای این هست که نشون بدن که رهبر رفتاری عطوفت آمیز با معترضین داشته و بنابراین حواسمون باشه که گرفتار این سیاست سیاسانه نشیم و حواسمون باشه که این در واقع واقعیت نداره، کما اینکه در جای جای این بولتن اشاره میشه به برخورد قاطع و خب ما میدونیم که برخورد قاطع در یک حکومت تروریستی به چه معنا هست. خانم کنعانی اشاره کردید به اینکه عدم انسجام در بین نیروهای بسیج دیده میشه. اونچه که در این بولتن سری کاملا واضحه اینه که این اختلاف نظر، این تشتت و این عدم انسجام در بین تمام مقام های ارشد جمهوری اسلامی هم الان در حال حاضر وجود داره. این موضوع چه پیامی برای مردمی داره که الان این خیزش انقلابی رو دارن به پیش میبرن؟ ببینید یک بحث دو تا چهارتای ساده است. ما هرگز قیامی علیه جمهوری اسلامی نداشتیم که در این حجم گسترده باشه. قیام داخلی ممتد و پیوسته. اشاره میکنم به فایل صوتی که دو روز پیش منتشر شد. اگر حواستون باشه در اونجا مثلا به مسئله تحسنات دانشگاه اشاره شد، چیزی که از نظر خیلی از مردم ممکنه دور بمونه و اهمیتش رو ندونن، همین ها رو اشاره کردن با آمار دقیق در چند دانشگاه تحسن برگزار میشه و در چند دانشگاه اعتراضات در واقع به صورت تجمعات. ببینید من میخوام این رو بهتون بگم، ما در فضای خارجی یک چرخش 180 درجه ای علیه جمهوری اسلامی رو داریم کم کم شاهد میشیم، از سازمان ملل تا کشورهای دولت‌های اروپایی به خصوص که متحدین پنهان ولی قدیمی جمهوری اسلامی هستند در این سالها، حالا به گونه‌ای دارن یک نوع گفتمان آلترناتیو برای جمهوری اسلامی رو هم میشنوند و هم باز تولید میکنند. ما باید حواسمون باشه که اگر تداوم اعتراضات در داخل ایران ادامه داشته باشه به اضافه اعتصابات که به نظر من یکی از بهترین روش‌های آسیب زدن به این حکومتی که خودش سالها تحت ایمبارگوها یا تحریم‌های اقتصادی خارجی بوده، من می‌گم ما به زودی شاهد از هم پاشیدگی درونی سیستم میشیم. مهمترین نکته‌ای که من می‌خوام اشاره کنم این است. ببینید وقتی در داخل هسته مرکزی نظام ما مدام کلمه نارضایتی رو می‌بینیم، مدام انتقاد رو می‌بینیم و می‌بینیم رهبر از این انتقاد کرد، حالی باف از دولت انتقاد کرد، دولت همیشه ناراضی هست، یعنی ما به زودی شاهد یک فروپاشی داخلی خواهیم بود. بنابراین من توجه نیروهای سرکوب رو جلب می‌کنم به این قضیه. برای کی می‌کشی؟ برای حکومتی که به زودی از داخل فرو می‌پاشه. زمانی که این اتفاق بیفته برگ برنده نهایی رو میشه و من فکر می‌کنم ما فاصله چندانی با توجه به مشاهداتی که همین الان در اختیار ما هست با مثالی که داریم از این بولتن و یا فایل صوتی منتشر شده چند وقت پیش، میتونم بگم ما فاصله چندانی با پیروزی مردم و نجات از دست حکومت جمهوری اسلامی نداریم. یک نکته مهمم در انتها بگم که نقش سلبریتی ها رو میبینید چقدر پررنگ در تمام این فایل های منتشر شده و در این بولتن اشاره میشه، چقدر مهم هست که سلبریتی ها همراهی کنند و خواهش میکنم که فراموش نکنید که شما در سمتی باید قرار بگیرید که ماندگار هست و اون هم سمت من. به موضوع به کشتار خونین زاهدان هم اشاره شده در این بولتن، شما هم بهش اشاره کردید که خب علی خامنه ای خبر داشته از تیربار و شلیکی که صورت گرفته و با این حال دستور بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید صادر شده در این بولتن خبری، این مشخص است. این نشانه چی هست و چه پیامدی داره خانم کنعانی؟ خبر خوبی هست که آقای مولوی عبدالحمید در تلگرام خودشون در جای اشاره کردن که دوست آقای خامنه ای هستن و همیشه روابط دوستانه ای داشتن و حالا میبینیم که آقای خامنه ای به اصطلاح خنجر از پشت میزنن و درسته که دستور دستگیری رو نمیدن، نه به خاطر عطوفت، خودشون اشاره میکنن که برای اینکه حوصله درگیری های جدید و حوصله به خیابان ریختن مردم اهل تسلل رو هموطنانمون رو ندارن و نمیخوان وارد وادی درگیری های جدید بشن، بلکه مایل به بی آبرو کردن هستن برای اینکه ایشون رو از سکه بندازن به اصطلاح و مورد بی محلی قرار بگیرن. در جای اشاره میکنن که سیاست ایشون همیشه این بوده که ایشون اصطلاحا تحویل گرفته نشن. این عین کلمه ای هست که در بولتن ذکر شده. ببینید جمهوری اسلامی به مثابه خیلی از حکومت های دیکتاتوری دیگه مثال بارزی هست از اینکه چطور حکومت های دیکتاتوری متحدی رو
نمیشناسن و حتی ممکنه به صورت داخلی هم خودشونو بخورن. آقای عبدالحمید اشاره میکنه به این دوستی، اما در جواب در این مرتم به وضوح میبینیم که ایشون هیچ اهمیتی برای حکومت نداره و اینکه تا حالا دستگیر نشده فقط به خاطر این است که حکومت در حال حاضر تا گردن در منجلاب این انقلاب گرفتار شده و در حال غرق شدن هست، و یعنی خیلی زودتر احتمالاً احکام قاطعانه تری علیه ایشون صادر میشد. ضمن اینکه به کشتار تأکید کردن، در جای اشاره کردن که اگر کسی معترض بوده اون رو بایستی معدوم فرض کنیم، اگر کسی بیگناه کشته شده اون رو شهید فرض کنیم، و اگر کسی هم این وسط کاری نبوده و فقط به اصطلاح تیر خورده یا هر چیزی باید جان باخته یا به اصطلاح خود انقلابی ها جان باز شناخته بشه. یعنی در حد اقل ممکن سعی میکنن این مردم رو فرض کنن و این نشون میده که اینا احتمالاً الان شروع کردن با خانواده های جان باخته ها مذاکراتی رو داشته باشن و سعی میکنن از این طریق قائله رو خط کنن. من امیدوارم که هموطنان هوشیار باشن کمان که تا حالا بودن و اصطلاحاً دوم لایه تری حکومت ندن. خانم کنانی خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. فروغ کنانی فعال حقوق زنان از فرانکفورت. به دنبال شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا، شهرهای مختلف ایران به صحنه‌ای برای شادمانی همراه با اعتراض مردم به رفتار حکومت تبدیل شد و حتی بعد از گل آمریکا تصاویر بسیاری از خوشحالی مردم در مناظر و محلات منتشر شد. این واکنش‌ها پس از آن بود که نیروهای سرکوبگر فوتبالیست‌های حامی خیزش انقلابی و خانواده آنها را تحت فشارهای امنیتی بیشتر قرار دادند. با همکاری قطر مانع از حضور طرفداران معترض فوتبال در ورزشگاه شدن و در نهایت همزمان با سرکوب بیرحمانه جوانان، برد تیم جمهوری اسلامی مقابل ورز را در خیابانها جشن گرفتند. منابع نزدیک به خانواده مهران سماک به ایران اینترنشنال گفتن شب گذشته این جوان 27 ساله در پی تیراندازی ماموران امنیتی در انزلی کشته شد. مهران سماک همراه نامزدش پس از باخت تیم فوتبال به آمریکا با خود رو به خیابان آمده بود که با تیراندازی مستقیم ماموران به سرش کشته شد. خانواده پیکر او را از بیمارستان با خود بردند. فرمانده انتظامی بندر انزلی با تایید خبر کشته شدن این جوان مدعی شد او با سلاح شکاری کشته شده. نعیمه دوستا روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد ما را همراهی می‌کنند. شادی مردم پس از باخت تیم فوتبال ایران را اول یک نگاهی داشته باشیم بهش. خانم دوستار چطور ارزیابی می‌کنید و نقش حکومت در چنین شرایطی که به وجود آمده چه بوده به باور شما؟ شادی مردم پس از این باخت طبیعی ترین واکنش بود که مردم میتونستن به شکلی کاملا مسالمت آمیز نسبت به سه ماه خشونت افسار گسیخته حاکمیت، مجروح کردن صدها نفر و همچنین بازداشت هزاران نفر نشون بدن، در شرایطی که جمهوری اسلامی تلاش داشت که این تیم رو مصادره بکنه، به عنوان یک ابزار حکومتی ازش استفاده بکنه، از بردش استفاده بکنه، براش برنامه ریزی کرده بود، نیروهای خودش رو فرستاده بود تا در قطر جفسازی رسانه‌ای بکنن، تبلیغات بکنن. خب این باخت در واقع آب سردی بود که بر آتش شور و اشتیاق سرکوبگران ریخ و در عین حال تسکینی بود بر رنج مردمی که
این در واقع اقدامات جمهوری اسلامی رو و این تیم رو در راستای منافع ملی خودشون و در راستای همدلی با مصیبت‌هایی که تجربه کرده بودن نمی‌دیدن. از این لحاظ در واقع میشه این شادی رو یک شادی اعتراضی تفسیر کرد، خطکشی روشن مردم با حاکمیت تفسیرش کرد و اتمام حجت و تعیین موضع مردم در مقابل حاکمیتی که تلاش میکنه از یک سری در واقع نمادهای ملی استفاده بکنه برای اینکه به تعبیر خودش قائله رو بخوابونه. خانم دوستان، مهران سماک در بندرانزلی در خودروی خودش مشغول شادی کردن بود همراه سایر مردم معترض در خیابان‌ها که بهش شلیک شد و کشته شد. چرا به شادی مردم تیراندازی میشه؟ من ضمن اینکه ابراز تأسف و تأثر میکنم از مرگ در واقع قتل این جوان 27 ساله و تسلیت میگم به خانوادهش، فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این آشکارتر نمیتونه سبوعیت و خونخواری خودش رو نشون بده و اثبات بکنه به اون کسانی که در طول روزهای گذشته تلاش میکردن که یک در واقع صفبندی ایجاد بکنن یا دو قطبی ایجاد بکنن بین مردم از لحاظ میزان وابستگیشون به یا تعهدشون یا علاقهشون به تیمی که به اصطلاح ملی خونده میشد، در واقع تیم جمهوری اسلامی بود. کسانی که به فاصله چند روز ثابت شد، کسانی که بر فراز خودروهای آبپاش، ماشینهای سرکوب رفته بودند، نیروهای سرکوبی که در خیابانها شیرینی پخش میکردند، همونها یک جوان رو به صرف اینکه در خودروی خودش نشسته و بوق میزنه به قتل رسوندند. و این خودش از به نشونه آشکاری است که از اینکه چقدر تفاوت هست میان اون چیزی که در میان افکار عمومی در میان مردم میگذره و اون چیزی که سرکوبگران و حاکمیت جمهوری اسلامی دنبال اون هستند. مردم به روشنی اشاره میکردن در روزهای گذشته که همین نیروهایی که الان دارن توی خیابان بعد از بازی ولز شادی میکنن و شیرینی پخش میکنن، همینها کسانی هستن که اگر شما به خیابان بریزید به روی شما آتش باز میکنن. و خب این سندی شد، این در واقع یک نشانه آشکاری شد از اینکه مردم مطابق معمول در یک جایگاه درست ایستادن و قدرت تشخیص دارن، دوست و دشمن رو تشخیص میدن، منفعت ملی رو با اون چیزی که دستکاری شده به عنوان ارزش‌های ملی تشخیص میدن و شناسایی. ممنونم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که از مالمو سوئد ما را همراهی میکردید. با انتشار تصویری از آرامگاه سامر هاشم‌زئی، کودک 15 ساله بلوچ که با شلیک مستقیم در زاهدان به قتل رسید، مرگ این شهروند تایید شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید سرکوب و کشتار مردم و قتل کودکان و دانش آموزان بیگناه، خواهان توقف فوری کودک کشی از سوی حکومت شده. بنا به گزارش‌ها، زهرا لوری مدیر یک مدرسه در کرمان که ماه پیش حاضر نشد، اسامی دانش آموزان معترض و تصاویر دوربین‌های مدرسه را تحویل نهادهای امنیتی بدهد، فوت کرده است. این مدیر مدرسه بعد از احضار و عزل از سمت مدیریت مدرسه در مدت کوتاهی فوت کرد. جمعی از معلمان مریوان با خانواده‌های اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه دیدار کردند و در بیانیه‌ای قاطعانه خواهان آزادی بی قید و شرط این دو معلم زندانی شدند. این بیانیه ضمن هشدار به حکومت درباره فشار بر معلمان خواستار توقف کشتار کودکان شده. خواهان آزادی بی قید و شرط، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستیم. به حاکمیت هشدار می‌دهیم. دست از کشتار کودکان و شهروندان بردارد. جای دانش آموز، دانشجو و معلم زندان نیست. ما معلمان مریوان، در کنار مردم، فریاد آزادی خواهی،
و عدالت طلبی سر می دهیم و عدالت طلبی سر می دهیم. حسی حسین پناهی دانش آموز 16 ساله اهل دهگان پس از ضرب و شتم ماموران امنیتی و بعد از گذشت 3 هفته با سطح هوشیاری 4 بستری و در کماست. کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده این دانش آموز که در مدرسه به همراه همکلاسی ها مورد حمله ماموران قرار گرفت در اثر ضربات شدید باتون به سرش و پرت شدن روی زمین به کما رفت. همکارم شبنم آذر اینجاست در استودیو. به نظر میرسه که جامعه فرهنگیان و دانش آموزان تحت فشارهای بسیار شدید امنیتی قرار دارن. چه اطلاعات بیشتری داریم شبنم؟ خب با توجه به اینکه دانش آموزا هم دیگه به این خیزش انقلابی پیوستن مدت هاست، الان به یکی از ارکان اصلی که باعث شده که اساسا جمهوری اسلامی دچار یک شوک بشه که چطور این دانش آموزان کم سن و سال در این طور مقاومت میکنن. از همون زمان خب طبیعتا این اتفاقا افتاد، با توجه به برخوردی که دائما ماموران امنیتی دارن با هر اعتراضی به وحشیانه ترین شکل سرکوب میکنن. درباره حسی حسین پناهی، در واقع 19 آبان بود که این دختر به کما رفت و اتفاق به این شکل افتاد که بعد از اینکه در با گروهی از همکلاسی‌های خودش میره در خیابون تجمع میکنه و تراکت های زن زندگی آزادی پخش میکنه، توسط این طور که کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشته، توسط رئیس بانک از جلوی یک بانک رد میشن و توسط رئیس بانک شناسایی میشه. در واقع این بانک ملی از مقابلش این دانش آموزا که رد میشدن، رئیس بانک اینا رو میبینه و خودش اطلاعاتی و سپاهی بوده، خبر میده که یک گروهی از دانش آموزان دارن اعتراض میکنن. اسم این شخص رو هم این کانال منتشر کرده به اسم باقر قنبری. رئیس این شعبه بانک بعد از اینکه این اطلاع رو میده، ماموران تعقیب میکنن دانش آموزان، میرن به داخل مدرسه و توی مدرسه به شدت این دختر رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. همه رو میریزن توی یه اتوبوس، توی یه مینیبوس که ببرنشون بازداشتگاه و تو این درگیری ها هستی از مینیبوس پرت میشه. علاوه بر اینکه در طول اون زد و خورد سرش به شدت زخمی شده و به خاطر ضربات باتون بعد از اینکه پرت میشه و سرش به آسفالت میخوره به کما میره. از اون تاریخ حدود 3 هفته داره میگذره و هستی همچنان در بیمارستان کوثر سنندج بستریه و در کما. سطح هوشیاریش روی 3 و 4، از این بالاتر متاسفانه نیومده و بسیار شرایط غم انگیزی داره. اما درباره موضوعات دیگه‌ای که خبرهای دیگه‌ای که الان صحبت کردیم، خانم زهرا لوری یکی از معلمانی هستن که در واقع ایشون دکتر هستن، مدیر مدرسه‌ای بودن در ناحیه 2 کرمان در خیابون چمران به اسم رضوانی نژاد. در این مدرسه حدود 1 ماه پیش دانش آموزا میان بیرون و تجمع میکنن و شعار میدن و مدیر و بقیه هم باشون همراهی میکنن، همدلی میکنن، چون وظیفه یک مدیر، وظیفه یک معاون اینه که در واقع حمایت کنه از دانش آموزان. این اولین وظیفشه. وقتی که ماموران از اینا میخوان که تصاویر دوربین مدارسه رو تحویل بدن، مدیر ممانعت میکنه و میگه که من نمیتونم این کارو بکنم و اینها دانش آموزان من هستن، باید ازشون محافظت کنم، به حق داشتن که اعتراض کنن. این موضوع به درگیری ختم میشه، در نهایت ایشونو احضار میکنن و به شدت توبیخ میکنن و بعد از این فشارهای زیادی که به ایشون میارن، البته از هم میشن، همینطوره بله، اخراج هم میکنن و بعد از این فشارهایی که به ایشون آورده میشه، بعد از 1 ماه ایشون فوت میکنن متاسفانه. متاسفیم واقعا. خیلی ممنونم از توضیحاتی که داشتی همکارم شبنم آذر اینجا در استودیو ما رو همراهی میکرد. اما خبر فوری داریم در رابطه با مهران سما که پیشتر اشاره کردیم، جوان 27 ساله‌ای که در انزلی به ضرب گلوله شب گذشته کشته شد. بر اساس خبرهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی و یگان ویژه با خانواده مهران سما بر سر پیکر این جوان 27 ساله درگیر شدن. خانواده سما پیکرش رو با خودشون بردن، اما ساعتی بعد ماموران تعدادی از خانواده و دوستان او رو بازداشت کردن. فضای شهر هم بسیار امنیتی گزارش شده. اگر که جزئیات بیشتری داشته باشیم در ادامه حتما با هم بررسی خواهیم کرد. انتشار اخباری از تشکیل دادگاه برای افراد زیر 18 سال با واکنش‌های اعتراضی گسترده از سوی فعالان سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده. بر اساس گزارش‌ها دست کم 10 کودک به اتهام محاربه، افساد فعل ارض و قتل در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج محاکمه می‌شوند. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، این افراد از داشتن وکیل منتخب محروم بوده و قرار است وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه دفاع از آنها را بر عهده بگیرد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا کنون حکومت دست کم 448 شهروند از جمله 60 کودک و 29 زن را کشته. این سازمان در تازه ترین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان خیزش انقلابی در ایران اعلام کرد تنها طی هفته گذشته بیش از 16 نفر در نقاط مختلف کشور و به ویژه مناطق کردنشین به دست ماموران سرکوبگر کشته شدند. این گزارش ها تنها شهروندان عادی را در بر میگیرد و ماموران سرکوب که در جریان این اعتراض ها کشته شدند در این آمار ذکر نشدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از راه اندازی کمپین مجازات اعدام که جمهوری اسلامی به راه انداخته ابراز نگرانی کرد. جاوید رحمان همچنین گفت سرکوب معترضان در ایران تشدید شده. جاوید رحمان با اشاره به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب که چند روز پیش تصویب شد گفت متاسفانه رژیم ایران به این قطعنامه واکنش خشونت‌آمیزی نشان خواهد داد و ممکن است بهانه اعمال خشونت و سرکوب بیشتر برای حکومت باشد. سازمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند خواست ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی که در معرض خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند اعزام کنند. عفو بین‌الملل همچنین نسبت به دادگاه‌های دست جمعی و کودکانی که در این دادگاه‌ها در معرض خطر اعدام هستند ابراز نگرانی کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خوانده. رانندگان و کامیونداران برای پنجمین روز متوالی در 18 استان کشور اعتصاب کردند. همچنین کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله سیف خودرو و کارکنان شرکت فولاد مادکوش دست از کار کشیدند. رانندگان والتبار در فراخوانی اعلام کردند 11 آذر ماه اعتصاب می‌کنند. در این فراخوان با اشاره به اعتصاب گسترده کامیونداران و رانندگان کامیون آمده حساب ما را از تعدادی خودفروخته که روی خون جوانان میهن رانندگی می‌کنند جدا کنید، چون اکثر ما از جنس خود مردم ستم دیده هستیم. اکثر کامیونداران شرفتن. اینجا بندر عباس اسکله شهید رجایی 8/9/1401 ساعت 12 ظهر. همونطور که ملاحظه میکنید کامیون یا نیست یا به ندرت داره تردد میکنه. اسکله رجایی که روزانه 2000 کامیون ورود و خروج میزدن توی اسکله، الان به ندرت کامیون میبینیم. شاید داخل اسکله 40 یا 50 کامیون در حال فعالیت باشن، همه در اعتصاب سراسری هستن. اسکله شهید رجایی امروز 8/9/1401 همونطور که میبینین کانتینرها رو آوردن، آماده کردن که کامیون ها بیان بارگیری بکنن به مقصدهای مختلف، تهران، اصفهان، شیراز، هر مقصدی، ولی هیچ کامیونی شما اینجا نمیبینین. الان ساعت 11 9401 اعتصاب کارگران شرکت مالکو. ابتدا بپردازیم به این که ایران اینترنشنال به بولتن سری که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده دست پیدا کرده که در آن از علی خامنه‌ای نقل شده اعتراض‌ها به زودی تمام نمی‌شود. این بولتن سری در پی هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دست گروه هکری بلک ریوارد افشا شده و در اختیار ایران اینترنشنال هم قرار گرفته. سندی سری که پرده دیگری از درماندگی جمهوری اسلامی در برای خیزش انقلابی مردم را فاش می‌کند. در این بولتن آمده حکومت در بسیج ناتوان شده. در این بولتن فاش شده علی خامنه‌ای استفاده نیروی انتظامی از تیربار در کشتار مردم زاهدان را تایید کرده. جزئیات بیشتر از این بولتن سری در گزارشی از مشتبه پور محسن.
پرده برداری از ترس نظام از خیزش انقلابی مردم. وقتی علی خامنه‌ای برخلاف تریبون‌های رسمی در پس پرده نگران ادامه اعتراض هاست. پرده دیگر از اسناد هک شده خبرگزاری فارس به دست بلک ریوارد. روایت خیزش انقلابی مردم ایران از بولتن سری حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که پس از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته. بولتنی که خبرگزاری فارس به طور اختصاصی برای فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده. در 3 ماه گذشته خامنه‌ای در چند سخنرانی تلاش کرد خیزش مردم را یا کوچک بشمارد و یا وعده پایان غریب الوقوع اش را بدهد. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک. اما در بولتن سری سلامی نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی پیش از تهیه بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تاکید کرده نظام در جنگ رسانه‌ای عقب افتاده. او گفته اعتراض‌ها یا به زعم و اختشاشات به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. این اختشاش برنامه ریزی داشت. بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. هم خامنه‌ای هم لشکر رسانه‌ای او اعتراف می‌کنند که کلاه دشمن خارجی دیگر برای مردم ایران پشم ندارد. آنها با نگرانی از اینکه مردم ایران جمهوری اسلامی را دشمن خود می‌بینند، می‌گویند باید کاری کرد که مردم توجهشان به خارج از مرزها جلب شود. در بولتن سری حسین سلامی، بارها از کمکاری ابراهیم رئیسی و علی شمخانی انتقاد شده. به نوشته این بولتن، خامنه‌ای در ماجرای کشتار زاهدان، رئیس دولت 13 و دبیر شورای عالی امنیت ملی را به کمکاری متهم کرده. در این حال هم خامنه‌ای و هم نزدیکانش از ناکارآمدی دستگاه سرکوب ابراز نگرانی کردند. غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه خامنه‌ای به رهبر نظام گفته تنها یک جمعیت بزرگ میتواند اعتراض‌ها را جمع کند و به نظر او بسیج ضعیف شده و این توان را ندارد. نشانه‌ای از نارضایتی خامنه‌ای از عملکرد خود حسین سلامی که در مقام فرمانده سپاه وظیفه مدیریت بسیج را هم بر عهده دارد. نیمه پنهان نگرانی ضمنی خامنه‌ای که در آخرین سخنرانیش در روز شنبه محسوس وقتی با خواندن یک آیه از نیروهای بسیج خواست سست نشوند. آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خامنه‌ای به حدی تنها مانده که به حداد عادل تشر زده که چرا اصولگرایان فقط موقع انتخابات حرف میزنند و در اعتراض‌ها سکوت کردند. در بولتن سری حسین سلامی گفته شده که بسیاری از اعضای مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و نمایندگان دولت سکوت کردند و حتی یک توییت نزدند. سکوتی چنان مرگبار و ترسناک برای خامنه‌ای که او را واداشته به چهره سیاسی دستور دهد بدنی نیرومند بسازد تا در بزنگاه‌ها به قول خودش سینه سپر کند. در این حال این بولتن فاش کرده سران سه قوه کمیته‌ای برای بررسی علل شکل‌گیری اعتراض‌ها را انداختند به ریاست غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، سه چهره‌ای که در کنار خامنه‌ای از اصلی‌ترین بانیان وضع موجود کشورند. تشتتی که رهبر نظام را واداشته آنطور که بولتن سری فارس روایت کرده بارها دستور برخورد شدید با دستگیر شدگان را بدهد. خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد نظام بارها سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را به اثرگذاری در خیزش انقلابی متهم کردند. اما در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که سرویس اطلاعاتی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی یعنی روسیه به نقل از شنود دستگاه‌های اطلاعاتی غربی گفته که مردم ایران در وضعیت انقلاب قرار گرفتند. بولتن و بولتن نویسی از پدیده‌های رایج در جمهوری اسلامی است. سانسور رسانه‌ها جزء لاینفک نظام در 4 دهه گذشته بوده. بنابراین افراد، گروه‌ها و یا نهادهایی بخش‌هایی از اخبار رو که سانسور میشن کنار هم می‌چینن و در قالب جزوه‌ای با عنوان بولتن سری یا طبقه‌بندی شده در اختیار افراد خاص، عموماً مقامات ارشد نظام قرار میدن. این بولتن‌ها معمولاً در 1 یا چند نسخه محدود منتشر میشه و در اکثر اوقات دریافت کننده باید بعد از مطالعه از بین ببردش. این بولتن‌ها البته صرفاً خبرهای سانسور شده نیست. سیاست‌های نظام در زمینه‌های مختلف در این بولتن‌ها روشن میشه. در واقع این بولتن‌ها چهره بدون روتوش‌تر نظام رو نشون میده.
اما جمعه سیاه زاهدان یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این بولتن سری است. روزی که بیش از 90 شهروند در زاهدان با گلوله نیروی انتظامی و امنیتی قتل عام شدند و نظام در ابتدا تلاش کرد آن را گردن گروه‌های تروریستی بیاندازد، اما حالا مشخص شده مقام‌های نظام در عالی‌ترین سطح می‌دانستند عامل این جنایت کیست. خامنه این شلیک با تیربار نیروی انتظامی را تایید کرده و با این ادعا که گزارش نیروهای مسلح با گزارش نیروی انتظامی تفاوت دارد، نمایندهش را به سیستان و بلوچستان فرستاد. نکته جالب این که حاجی علی اکبری نماینده خامنه ای میگوید تجربه لازم را ندارد، اما رهبر نظام پیشنهاد فرستادن عباس علی اختری نماینده مجلس خبرگان را رد میکند و میگوید حاجی علی اکبری از او زیباتر است و به زعم او قاطعیت دارد. برای ساکت کردن مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که خامنه ای را مسئول جنایت معرفی کرد. رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشان است، بالاخره همه مسئولان پیش خدای تعالی. در بولتن سری خبرگزاری فارس آمده که رهبر نظام دستور داده مولوی عبدالحمید بازداشت نشود، بلکه نظام او را بی‌آبرو کند. در این بولتن نظرسنجی وزارت کشور هم آمده که بر اساس آن 56% مردم فکر می‌کنند اعتراض‌ها به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. بر اساس همین نظرسنجی بیش از نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و کمتر از 14% مردم اخبار صدا و سیمای حکومتی را صادقانه می‌دانند. در 3 ماه گذشته مقام‌ها در تریبون‌های رسمی تعداد معترضان را کمتر از 40,000 نفر عنوان می‌کردند، اما در بولتن سری حسین سلامی تعداد معترضین در خیابان 600,000 نفر ارزیابی شده. کارشناسان سپاه هم اعتراف کردند که اعتراض‌ها در ایران سراسری است. اسنادی که در نتیجه هک بلک ریوارد به دست اومده نشون میده که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران چیزی فراتر از یک بنگاه خبرپراکنیه. در واقع شاید خبررسانی فقط 5% کار فارس باشه. لااقل اونطور که اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال نشون میده، به نظر میرسه این خبرگزاری یک اتاق فرمان برای عملیات روانی و جنگ علیه مردم ایرانه. به رغم کشته شدن بیش از 400 نفر در جریان خیزش انقلابی، به نوشته بولتن سری حسین سلامی، خامنه ای از یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با معترضین تشکر ویژه ای کرده. اگرچه شجاعت مردم در مقابل سرکوبگران ترس را به جان نیروهای سرکوب انداخته، تا جایی که درخواست شده گروهی از نیروهای مسلح از نیروی انتظامی و بسیج محافظت کنند. واکنشی به ترسی که از معترضین رخت بسته و به نیروهای سرکوب منتقل شده. بولتن سری حسین سلامی در یک جمله: خامنه ای در مقابل خیزش انقلابی مردم علیه نظامش تنها مانده و ترسیده. خیلی هم ترسیده. مشتبه پور محسن، لندن. دو میهمان ما رو همراه میکنم برای اینکه بررسی بیشتری داشته باشیم برای این بولتن سری و جزئیاتی که مشتبه پور محسن در گزارشش به اونها اشاره کرد. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از لندن ما رو همراه میکنن و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقای توفیقی، اونچه که ما در جزئیات شنیدیم در گزارش مشتبه در واقع به ما نشون میده که اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم برخلاف اظهارات رسمی مقام های جمهوری اسلامی هست. این در واقع چه وضعیتی رو به ما نشون میده؟ عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم و خانم امینی عزیز. ببینید، یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی این هستش که جزو بسته‌ترین نظام‌های در واقع اطلاعاتی دنیا است. یعنی مردم به ندرت متوجه میشن که در پشت پرده سیاست چه میگذره، و به همین دلیل در واقع حکومت تلاش میکنه که از تمام ابزارهای مختلف رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی هم استفاده بکنه برای اینکه یک تصویری از خودش ارائه بده که اصطلاحاً قدرتمند، متمرکز و بسیار منسجم از تمام اجزا رو نشون بده. در حالی که این بولتن که به نظر من بسیار هم مهم هستش، خلاف این رو نشون میده و عملاً داره نشون میده که در سیستم نه تنها هیچ در واقع انسجامی در برخورد با این خیزش انقلابی وجود نداره، بلکه تنش‌های بسیار بزرگی در سطح
سران قوا وجود داره، به حدی که خامنه‌ای تذکر میده هم به رئیسی و هم به شمخانی که چرا شما کمکاری میکنید در برخورد با حالا از دید اونها اختشاشگران و از دید ما معترضان و کسانی که این خیزش انقلابی رو به راه انداختن. بنابراین من فکر میکنم از اون جایی که این در واقع بولتن نوع نگاه مسئولین جمهوری اسلامی رو صریح و بیپرده در برخورد با قضایا داره به ما نشون میده، از لحاظ تحلیلی فوق‌العاده حائز اهمیته. و یک نکته دیگه‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود که ببینید، ما بارها به عنوان تحلیلگران، کارشناسان در همین رسانه آزاد ایران اینترنشنال گفتیم که این در واقع اعتراضات یک مسئله عمقی است و به این زودی‌ها پایان نخواهد پذیرفت، در حالی که خامنه‌ای و گروهش عملاً می‌خواستن خلاف این رو نشون میدن. الان با این سند مشخص شده که خود اونها هم متوجه عمق این خیزش و طولانی بودن اون و احتمالاً منجر به سقوط اونها شدن متوجه این قضیه شدن. آقای دکتر توفیقی، به موضوع مهم اشاره کردید، اختلاف نظر و تشدد بین مقام‌های جمهوری اسلامی، که حتما برمیگردم در این مورد، حتما از شما سوال خواهم کرد. اما به خانم امینی، وقتی که ابراهیم رئیسی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور نظام، به نظر می اومد که یک حکومت یک دست باید وجود داشته باشه و سیاست‌های علی خامنه‌ای راحت‌تر پیاده بشه. اما الان با وجود این فایلی که به دست ما رسیده، مشخصاً می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و یک دستی نیست، بلکه اختلاف‌ها بیشتر هم شده. فکر میکنید که این خیزش انقلابی مردم چه تأثیری داشته بر اساس حکومت؟ سلام میکنم پسته جان به شما، جناب آقای دکتر توفیقی و همه بینندگان. بله، ببینید، در جامعه ای که اساسا شفافیت وجود نداره، رسانه آزاد وجود نداره، آزادی بیان و آزادی حزب و گروه سیاسی وجود نداره، همواره اون کانالی که شنیده میشه از طرف حاکمیت و به طور مشخص از زبان رهبر جمهوری اسلامی، همون سخنرانی ها و همون در واقع اخبار رسمی فیلتر شده ای هست که از به طور یک طرفه از طرف اونها منتشر میشه و مردم به جایی رسیدن که صداشون رو صرفا باید با تصرف خیابان به گوش اونها برسونن. حالا این در واقع فایل های منتشر شده نشون میدن که در واقع در اون پشت ماجرا چه خبر هست. شما به یک دست شدن حکومت، سران قوا اشاره کردین. این در واقع تصور ما یا به عبارتی تحلیل ما بوده از جریان، به دلیل حذف همه کسانی که حتی اندک اختلافی با هم داشتن یا حتی اندک انتقادی به شرایط موجود داشتن. باز میگم این تصور عمومی هست، ولی مردم در خیابان، تصور رسانه‌ای هست، مردم در خیابان عبور کردن از این اختلاف ها و از این انتقاد های جزئی که بین اصلاح طلبان و اصولگرایان بوده. اما میبینیم حتی این اندک اختلاف ها و شکاف ها هم در خود حاکمیت تحمل نمیشه. به گونه دیگه ای فساد چنان گسترده هست در دستگاه حکومت که شما میبینید حتی قالیباف و رئیسی که مردم فکر میکنن در یک جبهه قرار دارن، دارن علیه هم میزنن، هم رو قبول ندارن، به طور مرتب بدگویی میشه. از اون طرف شخص علی خامنه‌ای که به نظر میرسه اون خشمی که در سخنرانی هاش نشون میده، اون عصبانیتی که از مردم داره و همیشه اونها رو ربط میده به دشمن فرضی، به نظر میرسه که همچنان برای رفع این مشکل داره آب بر هاون میکوبه. یعنی در شرایطی که مردم با کمپین عمامه پرانی در خیابان دارن نگاهشون رو به روحانیت، به اون طبقه آخوندها، به شرایط موجود، این تقدسی که برای خودشون ساختن برای اینکه یک کشور رو به نابودی بکشونن نشان میدن، نگرانی اون این هست که چرا جامعه روحانیت مبارز این وسط غایبه.
یعنی شما ببینید اون باز برمیگردم به اون یک دست شدن، یعنی همچنان به اون شیوه های سنتی پوسیده‌ای که کشور رو و خود مملکت رو به اینجا رسونده دارن توسل میجوین برای اینکه خودشون رو نجات بدن. جامعه روحانیت مبارز در این شرایط باید چه کار بکنه برای مردم؟ مردمی که عمامه شما رو قبول ندارن و دارن نشون میدن به هزار روش، آیا این راه حل برون رفت از بنبستی هست که برای خودتون و کشور ایجاد کردین؟ بنابراین این ماجرای یک دست شدن اون چیزی هست که ما عنوان میکنیم، ولی حتی در این در واقع اعضای قوای از فیلتر رد شده هم میبینیم که شکاف بسیار زیاد هست. آقای توفیقی، خانم امینی به موضوع خیلی مهم اشاره کردن، اینکه مردم عبور کردن از اینکه حالا اختلافی بینشون بین مقام‌های جمهوری اسلامی هست یا نه. پس بذارید اینجوری به این قضیه نگاه بکنیم که این گسست و گسلی که صورت گرفته، این تشتت نظراتی که وجود داره در بین مقام‌های جمهوری اسلامی، چه پیامی برای مردمی داره که در حال حاضر دارن در خیابان‌ها فریاد می‌زنن صدای اعتراض خودشون رو؟ بله، ببینید، به نظر من پیام امید و دلگرمی داره. ببینید، در این بولتن ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، نزدیک 120 صفحه هستش. در جایی از این بولتن یک آمارهایی ارائه میکنه که خیلی آمارهای جالبی هستن، چون ما میدونیم که آمارهای رسمی معمولاً منتشر نمیشن، فقط در اختیار مسئولین جمهوری اسلامی قرار میگیرن. در اونجا گفته میشه که 70% مردم حاضر نیستن که در واقع تظاهرات ها و مسائلی که مربوط به حمایت از حکومت هستش مشارکت داشته باشن. خب این بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی صبح تا شب از خود خامنه ای و رئیس جمهور و رئیس و مجلس و قوه قضاییه و سایر اجزا در بوغهای مختلفی که در اختیار دارند از صدا و سیما تا شبکه‌های اجتماعی دارند اینگونه وانمود می‌کنند که این جنبش یک مسئله سطحی است، کسی از اون هواداری نمی‌کنه و به زودی به پایان خواهد رسید و اصطلاحاً اونی که خودشون و چندین بار هم خامنه‌ای اشاره کرده جمع میشه. اما می‌بینیم که آمارهای رسمی که خود اونها بهش دسترسی دارند دقیقاً داره خلاف این رو نشون میده و خب این میتونه، چون ما میدونیم که الان این خیزش بیشتر جنبه محل محور و شهر محور داره، اگر روزی که به زودی من فکر میکنم این اتفاق حد افتاد، اجزای مختلف این جنبش محلات مختلف و شهرهای مختلف به هم بپیوندند، قطعا هیچ نیروی در برابر اون یارای مقاومت نداره و اساساً تمام تحلیل هایی که در این بولتن بیش از 100 صفحه‌ای داره، ترس از ریزش اجزای مختلف حکومت و مبتنی بر توان در واقع کسانی هست که امروز دارن در خیابان ها مبارزه می کنن. و عملاً این که خامنه ای دستور میده به مثلا رئیسی و یا شمخانی که چرا شما کمکاری میکنید، این نشانه کمکاری اونها نیست، این نشانه عظمت جنبشه، چون ما میبینیم که الان جمهوری اسلامی و اجزای سرکوبش با تمام توان در خیابانها هستن، اما از اونجایی که این جنبش یک جنبش انقلابی است و هدف اون سرنگونی جمهوری اسلامی است، خوشبختانه تا این لحظه موفق به کنترل این جنبش نشدن و من بعید میدونم که موفق به یک همچین کاری بشن. خانم امینی، این اولین باری نیست که گروه های هکری چنین اطلاعاتی رو در واقع درز میدن بعد از اینکه هک میکنن سایت های مختلف رو و سازمان های مختلف رو، و عملا نشان دهنده فرو ریختن داخلی در واقع سیستم حاکمیتی در ایران هست. فکر میکنید که این چه پیامدی برای خود حاکمیت داره اول از همه، و بعد اینکه به نظر شما چه پیامی برای مردم داره؟ من اول بگم که من با آقای دکتر توفیقی بسیار موافق هستم که در واقع این همه این مسائل نشون دهنده قدرت مردم هست. داشته های حکومت ایران بسیار اندکه. نه تنها این فایل های منتشر شده گواه بر این مسئله هست، اون ضعف، اون در واقع دست خالی بودن، پیامی که از شمخانی منتقل میکنن که ما در جنگ شناختی، در جنگ ادراکی و در جنگ
جنگ رسانه‌ای باختیم. اینکه تاکید میشه که تمام این اطلاعات بر اساس در واقع واکنشی هست به کنش فعالان رسانه‌ای، به کنش کسانی که در شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار هستند یا حرفشون شنیده میشه، در واقع شما میبینید تمام این اطلاعات بر اساس واکنش نشون دادن به اونها نوشته میشه و به اسم اقدامات پیشنهادی فرستاده میشه برای سران کشور یا حالا اینجا برای فرمانده سپاه. همه اینها نشون میده که در واقع مغز متفکری که ما فکر میکنیم در این اتاقهای فکر دارن برای سرکوب مردم برنامه ریزی میکنن، در واقع مغز خیلی متفکری هم نیست. دست جمهوری اسلامی از متخصصان خالی هست. هیچ حکومتی نمیتونه بدون توسل به پایه‌های فرهنگی، هنری، چهره‌های محبوبی که در بین مردم داره، در واقع قوای اقتصادی که میتونه به کمک دولت بیاد، حکومت بیاد، جامعه مدنی، مطبوعات، هیچ حکومتی بدون اینها اولا نمیتونه مشروعیت پیدا بکنه، دوم نمیتونه دوام پیدا بکنه. جمهوری اسلامی از همه اینها خالی شده. امروز حتی میبینیم کسانی که عمری در چارچوب جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به چهره های فرهنگی و ورزشی و چهره های اجتماعی و مدنی تبدیل شدن، دارن ازش اعلام براءت میکنن. این اعلام براءت بسیار مهم هست، برای اینکه همه اینها نمایندگی بخشی از اون جامعه هست. جامعه ایران داره متحد تر از همیشه میشه، این پیامی هست که ما میتونیم از این ماجرا دریافت بکنیم. جامعه ایران داره متحدتر از همیشه میشه و جمهوری اسلامی داره خالی از حتی کسانی میشه که تا امروز کنارش بودن و بردبار یا غیر بردبار، حتی اگر قبولش نداشتن اما گردن گذاشتن به چارچوب. خانم امینی، موضوع اتحاد مردم ایران و همبستگی ملی خیلی مهمه، به دلیل اینکه حکومت هم از همین داره استفاده میکنه. در واقع در همین فایل صوتی به زاهدان اشاره میشه و اینکه مولوی عبدالحمید رو چهرش رو تخریب بکنن، این به دلیل در واقع همین هست، نگرانی هست احتمالاً که حکومت داره از اون پشتیبانی و حمایتی که به عنوان مثال زاهدان از کردستان میکنه، کردستان از زاهدان یا از شهرهای دیگه میکنه، درسته؟ ببینید دو تا مسئله است. یکی دقیقاً این ماجرایی که شما میگین، یعنی مسئله روبروی مردم قرار گرفتن و چهره هایی هست که میتونن این همبستگی رو ایجاد بکنن، نه در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح ملی. ما دیدیم که ایران پشت زاهدان ایستاد و عزاداری کرد برای کشتاری که در زاهدان اتفاق افتاده بود یا در کردستان اتفاق افتاد. اما جدای از این، یه خورده به مسئله روانشناختی شخص علی خامنه‌ای هم مربوط میشه. در طول سالها دیدیم که ایشان هیچ وقت بر نتافته کسانی رو که ازش انتقاد میکنن یا حتی پرسشگری میکنن. در سالهای گذشته ما بارها شاهد این بودیم که حتی اگر افراد یک نامه سرگشاده به رهبر کشور، رهبر جمهوری اسلامی مینوشتن، بلافاصله بازداشت میشدن، بلافاصله شکنجه میشدن، مجبور به اعتراف میشدن و خیلی چیزهای دیگه. یعنی این در واقع جنبه حسادت شخصی بارها و بارها نشان داده شده. ایشون تحمل نمی‌کنه کسی رو که حالا در کسوت، باز او هم به نوع دیگری در کسوت روحانیت یا همون آخوندیسم هست، محبوبیتی پیدا بکنه که مردم شنونده سخنش باشن. یعنی این دو تا مسئله رو باید کنار هم بگذاریم. یک مسئله همبستگی ملی هست. امینی، به دلیلی که فرصت خیلی کوتاهه، اگر اجازه بفرمایید من نظر آقای توفیقی رو هم در همین زمینه، در همین سوال، مورد همین سوال بپرسم از شما آقای توفیقی، مخصوصا به موضوع زاهدان که اشاره شده، بفهمید. بله، ببینید، موضوع زاهدان، ابتدا جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که اون رو یک اقدام تروریستی نشون بده و اون رو ربط بده به قدرت‌ها و کشورهای خارجی و عوامل خارجی. مسئله‌ای که اتفاقاً در همین بولتن ما می‌بینیم خامنه‌ای بسیار روی اون تأکید می‌کنه، گله می‌کنه و نگران از این که نخبگان مورد قبول حاکمیت و به نوعی نزدیکترین اتاق‌های فکر خودش هم نمی‌تونن این مسئله خارجی بودن این اتفاقاتی که الان ما در کشور شاهدش هستیم رو بپذیرن. اما در مورد مسئله زاهدان، نکته اصلی که به نظر من وجود داره اون فریبکاری و حقه‌بازی خامنه‌ای هستش. از یک طرف
برای اصطلاحاً دلجویی از مردم، ولی در اصل برای در واقع پنهان کردن اصل ماجرا یک هیئتی رو به اصطلاح از طرف به نمایندگی خودش میفرسته و از اون طرف خودش خبر داشته که کسانی در اونجا نامردانه با تیربار مردم رو به گلوله بستند. این رویکرد و رویه ایست که جمهوری اسلامی و در رأس اون خامنه‌ای همواره داشتند و سعی میکنن که با فریب افکار عمومی اون مسائل خودشون رو در واقع جلو ببرن. متشکرم از توضیحات هر دو. به دنبال شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا، شهرهای مختلف ایران به صحنه‌ای برای شادمانی همراه با اعتراض مردم به رفتار حکومت تبدیل شد و حتی بعد از گل آمریکا تصاویر بسیاری از خوشحالی مردم در منازل و محلات منتشر شد. این واکنش‌ها پس از آن بود که نیروهای سرکوبگر فوتبالیست‌های حامی خیزش انقلابی و خانواده آنها را تحت فشارهای امنیتی بیشتری قرار دادند، با همکاری قطر مانع از حضور طرفداران معترض فوتبال در ورزشگاه شدند و در نهایت همزمان با سرکوب بی‌رحمانه جوانان، برد تیم جمهوری اسلامی مقابل ولز را در خیابان‌ها جشن گرفتند. خوشحالی مردم بیجان برای باخت تیم ملی ایران و آمریکا. همزمان با مسابقه دو تیم فوتبال ایران و آمریکا، برخی از ایرانیان همراه با آمریکایی‌ها در شهرهای مختلف ایالات متحده جمع شدند تا این بازی را از نزدیک با هم تماشا کنند. همکارم نیلوفر منصوری از واکنش‌های هواداران دو تیم که ساکن لس آنجلس هستند گزارش می‌دهد. تقابل ایران و آمریکا در سیاسی‌ترین بازی جام جهانی قطر. فوتبالی که برای این آمریکایی‌ها در کلوب ورزشی سانتا مونیکا توپ و گل و دروازه است و برای ما ایرانی‌ها ابزاری در خدمت سرکوبگر و خدعه‌ای در دست حکومت. اینجا آمریکایی‌ها هم از زن، زندگی، آزادی گفتند. از قیام مردم ایران و از فوتبالی که حکومت مصادره کرد. از احساس دوگانه‌ای که باید ایرانی باشی تا بدانی. میدونم که این بازیکنان خیلی تحت فشارن از سوی حکومت ایران. جزئیاتش رو نمیدونم، اما باید گفت باز خوبه که میتونن در جام جهانی بازی کنن. گل دقیقه 38 پولیشیچ رویای صعود شاگردان کیروش را نقش بر آب کرد. شادی جمعی همگانی از آمریکایی تا ایرانی. فکر میکنم همه جهان داره با مردم ایران همدردی میکنه. خیلی شرایط سختیه، اما این فوتبال و تماشاچی خودشو داره. قاعدتا هر دو تیم باید خیلی تلاش میکردن. تیم ملی حالا بیش از آن که به آمریکا باخته باشد، در بازی اصلی با مردم ایران بازنده شد. از کلاب سانتا مونیکا در قلب لس آنجلس به نقطه دیگه یا این شهر اومدم، به کافه رستوران تیلیت با مدیریت ایرانی. خانم لیلا سالارتاشت مدیر ایرانی این مجموعه لطف کردن و فضایی در اختیار فوتبال دوستان قرار دادم. آمدم تا ببینم که واکنش های ایرانیان چیه به پیروزی تیم فوتبال امریکا در برابر تیم فوتبال ایران. شادی ایرانیان ساکن آمریکا هم برای وطن دومشان، هم برای شکست نمایش مشروعیت بخشی به نظامی که حتی فوتبال هم نجاتش نمیدهد. اصلا فرق نمیکنه تیم ایران میرفت بالا نمیرفت بالا، اونا سعی خودشونو کردن و برای اون گل خودشون کاری که دلشون بخواست کردن اون تیم، ولی برای ایران از یه تیم و اینا بزرگتره. این صحبت هایی که آدم حواسشو پرت کنه که تیم برد یا باخت و اینا خیلی در حالت
خوشی لحظگیه. ایرانی ها فکرشون اونجا نیست، ایرانی ها فکرشون جای دیگه است. میدونن که خونهشون، زندگیشون، دلشون آتیشه و اصلا جای خوبی نیست و سخت این مدت. حالا شادی اصلی میماند برای روزهای پس از سیاهی، روزی که هم تیم فوتبال ملی باشد و هم سرزمین ایران آزاد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. منابع نزدیک به خانواده مهران سماک به ایران اینترنشنال گفتن شب گذشته این جوان 27 ساله در پی تیراندازی ماموران امنیتی در انزلی کشته شد. مهران سماک همراه نامزدش پس از باخت تیم فوتبال به آمریکا با خودرو به خیابان آمده بود که با تیراندازی مستقیم ماموران به سرش کشته شد. خانواده پیکر او را از بیمارستان با خود بردند. همچنین گزارش های رسانه ایران اینترنشنال هاکیست که ماموران امنیتی با خانواده مهران سماک بر سر پیکر او درگیر شدند. تعدادی از خانواده و دوستان این جوان هم بازداشت شدند. فرمانده انتظامی بندر انزلی با تایید خبر کشته شدن این جوان مدعی شده که او با سلاح شکاری کشته شده. خبر فوری در همین زمینه دقایقی پیش به دست ما رسیده، مبنی بر اینکه مراسم خاکسپاری مهران سماک در انزلی برگزار شده. به گفته به خانواده به سختی اونها تونستن جواز دفن و کفن و گواهی فوت مهران سماک رو دریافت بکنند. دوستان و همراهان مادر این جوان به نام خانم مژگان هم در این مراسم همراه اونها شرکت داشتن و میگن که گفته شده که این حکومت با رقص و شادی مشکل دارن و تمام افرادی که میرقصن و خوشحالی میکنن در صفحات اینستاگرامشون ویدیوهاشون هست رو میکشن و یا دستگیر میکنن. رانندگان و کامیونداران برای پنجمین روز متوالی در 18 استان کشور اعتصاب کردند. همچنین کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله سیف خودرو و کارکنان شرکت فولاد مادکوش دست از کار کشیدند. رانندگان وانت بار در فراخوانی اعلام کردند 11 آذر ماه اعتصاب می‌کنند. در این فراخوان با اشاره به اعتصاب گسترده کامیونداران و رانندگان کامیون آمده حساب ما را از تعداد خودفروخته‌ای که روی خون جوانان میهن رانندگی می‌کنند جدا کنید، چون اکثر ما از جنس خود مردم ستم دیده هستیم. نیکی محجوب همکارم اینجا در استودیو ما را همراهی میکنه. ابتدا بپردازیم به این موضوع اعتصاب رانندگان و کامیونداران امروز و اینکه چطور پیش میره این اعتصاب ها. نیکی پریسا، همینطور که گفتی این اعتصاب ها بسیار گسترده است، یعنی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی تلاش کرده توی این چند روز هی بیاد اعلام بکنه که نه اعتصابی نبوده، از انجمنهای صنفی مختلفی که دارن به شکلی وابسته به حکومتن آدم آوردن مصاحبه گرفتن توی رسانه های مختلف حکومتی که هیچ اعتصابی نیست. بله، رانندگان یه سری مشکلات دارن برای لاستیک، برای سوخت، ولی اعتصاب نکردن. اما بر اساس اون چیزی که خود رانندگان و این اتحادیه کامیونداران و رانندگان کامیون منتشر کرده، الان در استانهای هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، اصفهان، قم، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، تهران، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان اعتصابه. یعنی این تمام اون مسیرهای جاده‌ای که رانندگان کامیون ازش استفاده میکنن، حالا از جنوب یا از بندر انزلی بار رو تحویل میگیرن، در سطح کشور این رو منتقل میکنن. چیزی که وجود داره اینه که یک سری نامه منتشر کردن مبنی بر این که اداره کل راهداری و حمل و نقل در شهرهای مختلف مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل خمینی شهر، مبارکه، شهرزا نامه داده و گفته با توجه به اینکه کالاهای اساسی در بنادر مثل بندر رجایی و بندر امام خمینی منتظر ترخیص هستند، ناوگان بفرستید. رانندگان کامیون میگن وقتی چنین نامه داده میشه نشون میده که ما اعتصابمون چقدر گسترده است که اصلا نیرویی ندارین برای اینکه بتونین استفاده بکنین. و بحث این هم مطرح میکنن که ما یک سال و خورده داریم میگیم سوخت ترمیمی نیاز داریم، مدت های زیادی میگیم لاستیک میخوایم، هیچ کدوم رو پاسخ ندادیم. به محض اینکه پنجمین روز اعتصابشون امروز متوجه شدین اعتصابمون جدیه، شروع کردین با ارسال پیامک برای اینکه الان بهتون سوخت میدیم، الان بهتون وام برای لاستیک میدیم. هیچ کدوم از این کارها باعث شکستن اعتصابشون به گفته رانندگان نمیشه و رانندگان همگام با مردم به این خیزش انقلابی ادامه خواهند داد. رانندگان وانت بار هم فراخوان دادن برای اینکه اعتصاب میکنن برای از روز 11 آذر در واقع گفته شده، درسته؟ آره دقیقاً. راننده های وانت بار چیزی رو که اشاره میکنن توی بخشش اتفاقا به شکل
متفاوتی عنوان میکنن. میگن همونطور که شاهرگای اقتصادی رانندگان کامیون اعتصاب کردن، ما مویرگای اقتصادی هم میان همراه با رانندگان کامیون اعتصاب میکنیم. از 11 آذر تردد نمیکنیم، چیز رو جابجا نمیکنیم و تاکید میکنه روی اینکه ما سالها زجر میکشیم، هیچ حمایتی نداشتیم، نه آینده‌ای داریم، نه بیمه‌ای، نه سوختی، ولی حاضر نیستیم روی خون جوانان کشته شده این اعتراضات رانندگی کنیم. ممنونم از توضیحاتت همکارم نیکی محجوب، اینجا در استودیو ما رو همراهی میکرد. اما امروز 30 نوامبر بسیاری از دانشجویان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از دانشجویان زندانی، تعلیق شده و کشته شدگان اعتراضات ایران در محوطه دانشگاه ها جمع میشن. در دانشگاه ساپینزای شهر روم هم در همبستگی با این حرکت جهانی دانشجویان تجمع کردن. همکارم کیمیا قربانی از روم با ماست تا برای ما بیشتر از این تجمع بگه. کیمیا. بله سلام. بله همونطوری که گفتی امروز در بسیاری از شهرهای جهان دانشجویان جمع میشن تا حمایت بکنن از اعتراضات در ایران، کشته شدگان دانشجویان زندانی، و اینجا هم در شهر روم در دانشگاه ساپینزا، یکی از قدیمی ترین دانشگاه های این کشور، دانشجویان ایرانی جمع شدن و بیانیه ای رو که به صورت سراسری نوشته شده توسط گروه پژوهشگران ایران برای آزادی، اینجا این بیانیه رو خوندن و در پایان این بیانیه در واقع به معرفی این گروه میپردازه که اعضای گروه رو میگه که دانشجویان، فرهیختگان، استادان دانشگاه هستن و در واقع تمرکز اصلیشون انتشار صدای ایران و در کانون توجه قرار دادن انقلاب ایران بر علیه یک حکومت توتالیتر دینی هستش و از اهداف دیگه‌ای که دارن این هستش که در واقع نشون بدن که این دیاسپورای ایرانی چه فعالیت‌هایی داره انجام میده و بالا بردن صدای مردم ایران و ایجاد آگاهی هستش. اینجا در کنار من نیوشا دانشجویی که دانشجوی همین دانشگاه شهر روم، دانشگاه ساپینسا هست و من همیشه نیوشا رو می‌بینم در حضور داره، خیلی فعال در تمام تظاهراتی که انجام میشه. نیوشا جان امروز شما برای چی اینجا جمع شدین؟ امروز جمع شدیم برای اینکه لازم دونستیم در کنار بقیه 150 دانشگاهی که امروز اومدن بیرون و این بیانیه رو میخونن، اومدیم بیرون و از دولت ایتالیا و در نهایت از اتحادیه اروپا میخوایم که همه کارهایی که با جمهوری اسلامی دارن رو قطع کنن، روابطشون رو قطع کنن، ازشون میخوایم که از ساپورت کردن این رژیم وحشی و دیکتاتور دست بردارن، ازشون میخوایم که زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد بشن و میخوایم که صدای ایران باشه. ممنونم از نوشان. بله این تظاهرات ساعت 1 به وقت ایتالیا ادامه داره. ممنونم از تو کیمیا قربانی همکارم که از روم محوطه دانشگاه ساپینزای این شهر با ما همراهی میکردید. خیلی ممنونم از شما که با ما بودید. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با ادامه این بخش خبر.